سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه نهم ماه اسد سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با سیوم ماه جولای سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. 5 برابر شدن تلفات نظامی افغان نسبت به تلفات نیروهای خارجی در کشور. دیدگاه مترو امنی در برای سیاست های براک اوباما در افغانستان. با انتقاد امریکا از ادامه حملات نیروهای حکومتی سوریه بر جنگجویان مخالف در شهر حلب. شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. تلفات نظامیان افغان نسبت به تلفات نیروهای خارجی 5 برابر افزایش داشته است. فرانس پرس از زبان وزارت امور داخله با ایسف نگاشته است که حملات تراس افغانان در برابر نظامیان افغان در ماهای اخیر بیشتر شده اند. بر بنیاد این آمارها در 4 ماه گذشته 853 سرباز اردوی ملی و پلیس کشته شدند، در حالی که تلفات نظامیان خارجی در این مدت به 165 تن میرسد. نگرانی ها از پیش در باره گسترش خشونت ها در بهار سوی هراس افغانان در برابر نظامیان افغان و خارجی وجود داشتند. فرانس پرس نگاشته است که خشونت ها تنها در ماه جون امسال در مقایسه با 2 سال پیش بی پیشی نبودند و در این ماه روزانه به گونه معمول 100 حمله هراس افغانان در کشور ثبت شدند. متاسفانه تلفات پلیس ما علتش ماین های کنار جاده، تقریبا بیشترین علتش ماین های کنار جاده است و حملات انتحاری و گروهی است که بالای پست های پلیس در افغانستان صورت می گیرند. هرچند در گزارش فرانس پرس از افزایش تلفات نیروهای اردو و پلیس افغان نسبت به نظامیان خارجی یاد شده است، اما وزارت دفاع ملی تلفات نیروهای ارتش را در 4 ماه نخست امسال نسبت به سال پار کم می داند. در دی اردو په هغه لزو تاسو ویل شم چې د پلوس کال په نسبت باندې ساکل زموږ تلفات کم دي. پروس کال تاسو وګورئ 215 تنه په دې څلورو میاشتو کې، زه بیا تکرارم چې زموږ شهیدان وو، مګر ساکل 216 تنه دي. بنان دا کم شوي دي، ډیر شوي نه دي. پروس کال 804 شپته په دې څلورو میاشتو کې زموږ ټپیان وو یا زخمیان، او په دې څلورو میاشتو کې په دې کال کې 518 تنه دي. کارگزاری ماین های کنار جاده سوی مخالفان مسلح دولت از علت های اساسی تلفات غیر نظامیان نیروهای امنیتی افغان و خارجی بوده می تواند. چنان که نظامیان افغان و خارجی همواره کارگزاری ماین های کنار جاده را از سوی مخالفان مسلح دولت بزرگترین چالش در برابر نیروهای افغان و خارجی گفتند. در این حال آیسف از آغاز بررسی های سجانبه کابل، آیسف و اسلام آباد درباره حملات موشکی نظامیان پاکستانی بر بخش از افغانستان خبر می داد. سخنگوی آیسف می گوید که در این بررسی ها بر بمیان آمدن ثبات در منطقه به ویژه در افغانستان تاکید می شود. در این حال وزارت امور داخله می گوید که اگر مردم تصمیم بگیرند، نظامیان افغان برای دفاع از کشور آماده هستند. نگرانی ها از ادامه حمله های موشکی نظامیان پاکستانی بر بخش های مرزی افغانستان روز تا روز اوج می گیرند. حمله هایی که در آن ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند و صدها تن دیگر ناگزیر به ترک خانه هایشان شدند. به نظر می رسد که تا اکنون اسلام آباد کمتر به این نگرانی ها در این باره پرداخته است. هرچند علت ادامه این حمله ها از سوی پاکستان روشن نیست، اما ایسف می گوید که به زودی به این موزل می پردازد. پاکستان، افغانستان در نشست سه جانبه میان آیسف، پاکستان و افغانستان به این موزل پرداخته می شود و تلاش های ما برای به میان آمدن ثبات در منطقه به ویژه در افغانستان ادامه دارد. اما آنچه که خاموشی دولت افغانستان در برابر این حمله ها گفته شده است، همواره نگرانی هایی را به همراه داشته است. همه نهادهای حکومتی یکسان با هم کار میکنند متحدانه تا فشارهای لازم بالای حکومت پاکستان وارد شود تا بالاخره متوقف شود. نیروهای امنیتی افغانستان در خدمت مردم افغانستان است و هر مصلحت عامه و هر تصمیم ملی که گرفته میشه بدون شک قوتهای امنیتی افغانستان و مردم افغانستان از خود دفاع کرده میتونند. در کنار این، وزارت امور داخله از فعالیت های برخی گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت های کندوز و تخار نیز نگران است. گروه هایی که به باور این وزارت می کشند زیر نام پلیس محلی در این ولایت ها فعالیت کنند که از بدرفتاری های آنان بارها گزارش شده است.
بیرون شدن 23,000 سرباز آمریکایی تا ماه سپتامبر از افغانستان کارها را در تامین ثبات در این کشور دشوار خواهد ساخت. میت رومنی نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا با تاکید بر این مطلب خواهان طرح یک سیاست تازه درباره افغانستان است. شمار از آگاهان میگویند که آمریکا با حضور نظامیش در افغانستان مداخله نکردن همسایگان را در امور داخلی افغانستان و تامین حکومتداری خوب را باید تضمین کند. میت رومنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بر راهبرد رئیس جمهور اوباما در افغانستان انتقاد میکند و خواهان طرح یک سیاست تازه در جنگ افغانستان است. وی در گفتگو با شبکه خبری ABC هرچند از بیرون شدن سربازان آمریکایی تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان پشتیبانی میکند، اما با این تصمیم باراک اوباما که 23,000 سرباز آمریکایی تا ماه سپتامبر امسال از افغانستان بیرون خواهند شد موافق نیست. حضور نظامی ایالات متحده آمریکا پس از سال 2014 میلادی در افغانستان موضوعی است که این نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به آن خوشبین است. با باور شماری از آگاهان ایالات متحده آمریکا بیشتر از این که به حضور نظامیش در افغانستان بیاندیشد، باید برای تأمین حکومتداری خوب و مبارزه جدی با فساد اداری که سبب ایجاد فاصله میان مردم و حکومت می شود تلاش ورزد. افغانستان از نظر نظامی و امنیتی متکی به خود باشه و از جان بگه حضوری که امریکایی‌ها در افغانستان می باشه یک تضمین باشه بر عدم مداخله کشور همسایه در امور داخلی افغانستان و لاجل دیگه امریکا به حیث کشور ترازی اول دموکراسی در جهان باید تمام فشارش سر ایجاد دموکراسی، نظام انتخابات آزاد و عادلانه و حکومتداری خوب عاری از فساد باشه که در جهت میتونه تعهدات بسیار قوی از دولت افغانستان بگیره. اگر بعد از سال 2014 بگوییم همه مردم افغانستان در فکر ایجاد یک اداره سالم خدمتگار واقعی مردم افغانستان باشه که با او اعتماد کنن، اعتماد مردم به دولتشان و به ادارهشان باعث نظم و امنیت میشه، نه قشون خارجی و نه به این پیمانه بزرگ قوتهای داخل. هرچند قرار سربازان آمریکایی تا سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون شوند، اما گفته می شود که با امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن روشن خواهد شد که چه تعداد از نظامیان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در این کشور خواهند ماند. با این همه اظهارات وجود دارند تا هنگامی که رئیس جمهور کرزی یک حکومت سالم ایجاد نکند، فرمان تازه او هرگز عملی نخواهد شد. شما از آگاهان با ابراز مطلب صدور فرمان رئیس جمهور کرزی را شتاب زده و فریب برای جامعه جهانی میدانند. در این حال برخی از آگاهان امور قضایی میگویند که اگر دادگاه عالی مانند 10 سال گذشته غفلت نکند، توانی آن را دارد که این فرمان را عملی سازد. رئیس جمهور کرزی که خود عملی شدن قانون را دشوار می‌داند، پرسش این است که چگونه به یک بارگی در فرمان بر عملی شدن قانون با تعیین ضرب الاجل تاکید می‌کند. دوزیا خود را خارج نکنند، نبرند. ها در خارج اکت چی می‌کنند؟ اینجا بیارند، ولی از اینجا کرده خارج نبرند. بر حق که در دولت افغانستان امروز کسی که زور داره به قانون سپرده شده نمی‌تواند. تطبیق قانون در افغانستان مشکلات دارد. از روز اول مشکل داشت. فرمان تازه رئیس جمهور کرزی واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است. برخی از آگاهان بدین باورند تا هنگامی که رئیس جمهور کرزی اصلاحات بنیادی را در حکومت نیاورد و مقام‌های فساد پیشه را از حکومت دور نسازد، این گونه فرمان‌ها هرگز عملی نخواهند شد. 119 دوسیه را ما روان کردیم به سارانلالی. دوسیه‌های تازه هم هستی، هم وزیر سبا هستند، هم ولی سبا هستند، هم چهارول سبا. مثلا برحال استن؟ بله، برحال استن. در بخشی از این فرمان آمده است که از استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا به عمل می آورم در خلال مدت 6 ماه تمامی دوسیه های تحت دوران قضایی را به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غصب زمین و قتل های زنجیره ای را فیصله و نهایی نماید. تا 2014 را که شتابان کار کنند ریفورم اداری را در دادگاه عالی تطبیق کرده نمی توانند. چی شوه که باز اینا یک فرمان انقلابی را تطبیق بکنند؟ ما فکر میکنم که فرمان ها شبیه فرمان های نورمحمد ترکی است که او هم قیمت یک دختر 300 افغانی مانده بود. اما در حال حاضر در حدود 24,000 زندانی در زندان های کشور بسر می برند که از این میان تا کنون به پرونده های 12,184,000 تن رسیدگی شده است و بیشتر از 6,000 زندانی انتظار فیصله های دادگاه سوم را دارند و در حدود بیشتر از 5,000 زندانی فیصله های دادگاه دوم و سوم را انتظار می کشند.
در حالی که به اساس قانون باید همی مراحل سه محکمه اگر مشکلاتی در دوسیه ها نباشه، پرابلم های وجود نداشته باشه، باید در طی 10 ماه نهایی شده کاملا. ولی گفتم یکی اونو معاذیر است، معاذیر دیگه ای است که واقعا از لحاظ ساختار تشکیلاتی محاکم و سرانوله های ما به تناسب زندانی های تعداد زندانی هایی که فعلا هستند تشکیلشان کمتر است. طبعا رسیدگی کردن هم کار است دشوار و مشکل. اصلا هم برخی از آگاهان قضایی بدین باورند که هرگاه دادگاه عالی مانند 10 سال گذشته غفلت نکند، اجرای این فرمان ناممکن نیست. باز پارلمان در ملت نماینده ده چاچی بخپل وقت که نه وزیستر محکمی، هر وزاره چی بخپل وقت که ده مسئله در رسیدگی و نکوله. رئیس جمهور در مربوطه ارگان مسئولین پارلمان تمانیفی که پارلمان بدامدغی غفلت وظیفوی یا بیتنائی یا بیکفایتی چو دوی لری چه در رایت و کفایت محدود ده دوی به حق فیصله وی که او دوی سبقت فرمانی وی که. رئیس جمهور کرزی پیش از این نیز فرمان های زیادی صادر کرده است، از جمله درباره گردآوری موانع از شهر و گشت و گذار نکردن موترهای شیشه سیاه. اما دیده شده است که این فرمان ها تا کنون برای کاغذ باقی ماندن. آیا این فرمان تازه رئیس جمهور کرزی عملی خواهد شد و آیا کسانی که آن را اجرا نکنند به کیفر خواهند رسید؟ اینها پرسش‌هایند که تا 6 یا 9 ماه دیگر پاسخ خواهند یافت. دانندگان کاروان های کمالاتی ناتو زندگیشان را در افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو می دانند. شمار از این دانندگان می گویند که آنان کار آنان بسیار خطرناک است، زیرا همواره آماج حملات شورشان قرار می گیرند، اما با این هم مجبور هستند تا برای پیدا کردن لقمه نان این تهدیدها را بپذیرند. این دانندگان از حکومت می خواهند تا امنیت شهرها به ویژه امنیت کاروان های تدارکاتی ناتو را تامین کند. رانندگان موترهای اکمالاتی ناتو پهلوی فراموش شده در جنگ افغانستان. رانندگانی که مسئول آوردن مواد اکمالاتی ناتو از پاکستان و افغانستانند با تهدیدهای جدی روبرو اند. شماره از آنان میگویند که با گسترش خشونتها در کشور به ویژه بخشهای شرقی، همه روزه موترهای آنان آماج حمله های طالبان و شورشانی دیگر قرار میگیرند. حبیب الله خان یکی از رانندگان است که مواد غذایی و تجهیزات نظامی نیروهای ناتو را از ولایت نورستان به تور بوره، یکی از پایگاه های اصلی جنگجویان القاعده، انتقال می دهد. وی هرچند این را یک کار بیهوده و خطرناک می داند، اما می گوید که گزند روزگار و نبود زمینه مناسب کار و ایرابا داشته است تا این دشواری ها را تحمل کند. منګ ډاریګو حلالې منګ د منګ ملګری ډیر حلال کړي دي، سوځولې دي موټرو کې سیټ نه دي کوس کړي. ولې حلالې کنه و تاسو خارجانو سره کار کوي، تاسو هم دغه سب کې است. قدیر خان یکی دیگر از این رانندگان میگوید که به تازگی 3 موتر یکی از دوستانش از سوی طالبان به آتش کشیده شدند. افغانستان د خلکو د مشکلات د قیمتي لوجن نو مجبور دی وسړی بل کاروبار نسته ده. هم دغه کاروبار کې هر سړی کوشش کوي چې 15 روپۍ پیدا کړي. په هغه کې کدی مرګ وي کدی هر شی، نو یو سړی دا کولی شي چې وروره هغه مرګ ته ځان ورکړي او 15 روپۍ ځان ته وګوري. بسته شدن وقفه مرز پاکستان با افغانستان نیز بر مشکلات این رانندگان می افزاید. گفته می شود ناتو در بدل انتقال هر کانتینر کالاهایش از کراچی تا افغانستان در حدود $8,000 می پردازد. اما این رانندگان می گویند که وجود فساد و دادن قراردادها به زورمندان باعث شده است تا آنان تنها $4,000 به دست بیاورند.